درسته این شروع شد تقریبا یه خط و نیمه، ولی کار همه لحظات عمر همه خلقت معلوم شدش. و اطیع الله و اطیع الرسول. من و شما هیچ ارتباط خدا با ما نداره که بیانی بکنه حرفی، رسول هم میگه، مطور رسول میگه خدا به من نازل کرده. بله این قرآن همش اطیع الله هست. قرآن خاشم قرآن که شما اطیع میشه کنید اطیع الله هست. اطیع الله. اما رسول حرفم زده خب غیر از قرآن این همه روایات 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 اون وقت خود این قرآن میگه اطیع الرسول. خود قرآن میگه. یعنی در واقع اطیع الرسول جزء اطیع الله میشه. اول مطلبی به این زودی، یعنی به این زودی که هیچ وقت خدا نمیاد کسی را عین خودش تلقی میکنه ها، در اطاعت رسول در تلقی میکنه. یه از این بالاتر مقام برای رسول نیستش که خدا حرفایشون این حرف خودش گرفته اطیع الرسول. بله خب درستم هستش. اولین معراجی که رخ داد برای پیغمبر تو مکه بودش. آقا مهمان امهانی بودن، امهانی دختر ابو طالب بودش. چون پیغمبر تو خونه ابو طالب بزرگ شد از 8 سالگی، برادر خواهران برادر خواهر حساب میکردن اینا. امهانی خودش خوب بودش خیلی و اینا، اما پسراشون کی بود؟ حضرت علی ضربت خورد تو کوفه، پسر امهانی رفت بنو مرجمه گرفت آورد. عبد شجاع بودن ماشاءالله، ولی شوهر نه، شوهر رفت طائف و مشرکم از دنیا رفت. اوایل اسلام بود و اینا. خب حالا سوری آقا خونه امهانه بودن، پیغمبر مهمان بودن، اوایل کار بودش دیگه. یهو جبریل اومدش، شبم بودش، گفت رسول الله براق بیرون در آوردم، تشریف بیارید معراج میخوام بریم. خب آمدند و بالا مفصلات تیکه تیکه آشمه چی داره چی داره شهر داره، همه سوار براق اومد. براق چیه؟ براق یه اسب از بهشت آورد. انشالله بهشت که رفتید به شما براق دارید، اونجا اسبای بهشتی. اونجا چون خیلی اونجاها وسیعه دیگه، با این وسایل اینجوری باید مثل همین براق باش رفت. شما وقتی وارد بهشتتون بشید انشاءالله، تا خدا خداست آخر بهشتتون رو پیدا نمی کنید. اینقدر بزرگ بزرگی اونجا، خیلی بزرگ، هیچ بهشتی آخر بهشتش رو پیدا. الان خونه آی دکتر این دیواره اونجا تموم میشه. این دنیا اینجوری، آخرت من اون خب وری همچین جاهای به این بزرگی هم براق هم براق نوشته تو روایت ها سرعت سیرش مد بسر بوده. لغت مد بسر یعنی دید چشم، چشم چجور میبینه؟ فکر کنین معناش چی میتونه باشه. الان میگن این سرعت سیر نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر. ما هم دیدنمون به واسطه همون نوره که میبینیم. من خیلی روش فکر کردم، به نظرم رسید که اگر ضربه در خودش کنیم سرعت سیر نور رو یه همچی سرعتی داشته باشیم، یعنی در هر ثانیه 300,000 کیلومتر ضربه در 300,000 کیلومتر. خیلی سرعت ها خیلی. اون وقت آسمان چهارم به بالا چون محیط خیلی وسیع تر بود و و و براق دیگه کارسازی نداشت، از بهشت یه وسیله دیگه آوردن، رفرف اسمش بود، اون هم مال بهشت میبینید فرق سرعت ها. حالا پیغمبر فرداش که خب رفتن اومدن دیگه، با تعریف کردم برای مؤمنین کجا رفتن کجا رفتن. پیغمبر 124 تا معراج رفت. تمام معراج ها در شب بوده، هم هم تو مکه بود. تو مدینه یه دونه معراج هم نرفت. اون تا یه داستانی داره رخ میده،
این داستان برای پیغمبر فقط رخ نمیده، برای همه هستش. خداوند تبارک و تعالی میدونه من خاتمی تا آخرین لحظه عمرم چقدر تقرر رو پیدا میکنم، حالا انشالله که بکنم، میدونه چقدر پیشرفت تقوا و تقرب علم میدونه. و خدایی که از صفاتش اینه مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، میدونه بعدن مستحق میشه جلو جلو نعمت ها رو میده. مثلا فرض کن توی اداره میدونن که ایشون میرسه به آخرین رده اداره، خدا از اوناست که از برج اول اون حقوق میده. مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، این جمله تو دعاها هستش، من جمله تو دعای نمازمون زین العابدین تو مفاتی هستش، یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها. این مقام های پیغمبر تا آخر همه هم طوریم. شما وقتی به دنیا آمده، من هممون زن مرد، اون پدر و اون مادر و اون استاد و اون شرایط و اون طرز فکر و اینا، هر کس به خورنده خودش، خدا تا آخر کار رو خبر داره و نعمت ها رو در عمل میده، برخورد همون جوری میکنه باهات. بله خدا میدونه شما به سپهبودی میرسی تو بندگی، از همون ننت که زایده احترام سپهبودی رو میکنه بهت. مبتدعاً بالنعم قبل از استحقاق. مقام بالایی داشت پیغمبر، اون وقت این مکه که میره، حالا زحمت ها که مونده تا آخر اون همه زحمت، این لازم بوده اونجا مکه بشه، مدینه شرایط جوری دیگه و وضع دیگه و اصلا حالا هوای دیگه. توی معراج ها موقعیت ها رو میدید و میامد و میگفت و هر معراج هم یه مسائل خاصی میگذشت. هر معراج هم اون معراج اول حالا کجا رفتن، چه رفتن، چه رفتن تعریف کردن. آقا تعریف پخش شد، رفت تو مشرکین مکه، هم دشمن بوده، همه با هم درگیر شدیده. خبر ها رفت و آقا دیگه مسخره ها شروع شد، گفتن این دیوونه کارش دیگه به خواب اینا کشیده و میره تو آسمونا و می خودش گفته رفتم بیت المقدس که دو ماه راه بود و وقت از روم صخره رفتم تو آسمان ها، یه راهی که میخواست به طور طبیعی طی بشه دو سه ماه طول میکشه، زمان برده، دوباره برگشته اومده رو اون صخره، اومده مکه، اومده بگه این کوزه ها که کنار دیوار بود افتاد قلب قلب میمد، برگشتم هنوز قلب قلب میکرد، یعنی در عالم دنیای ما دو ثانیه شده بوده. خنده ها شروع شد، گفتن این دیگه خیلی وضع دیوونگیش به هم ریخته، شباچی شده، اینجور شده، جمنگی ها سر هم میکنه، میگه چی دیدم، چی دیدم، چی دیدم، سوره و نجم در این ارتباط نازل شده. قیافه سوره و نجم ببینید، اون حرفاش حالا خیلی به کار همین شرایط میخوره، چون مکه داشتن به شدت مسخره میکردن که این دیوونه اینطور شده. بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا، یکی از اسامی پیغمبر نجم، حالا اینا شرط داره و تفسیر داره، هوا یعنی وقتی که میگه من رفتم باز، داره خدا به مردم مکه صحبت میکنه، مشرکین ما ظل صاحبکم، این آقایی که صبح تا شب پلو همین صاحب میبینیدش تو کوچه خیابون اینا گمراه نشده، و ما غوا چرت و پرت نمیگه، اصلا ما ینتقو عن الهوا، نه الان و امروز و اینا، هیچ وقت از خودش حرف نمیزنه، من چی میخوام چی میفهمم بگم ابدا، ان هو الا وحی یوحا، من تا وحی نکنم اصلا لباشو باز نمیکنه پیغمبر، هر چی بگه وحی منو داره میگه. علمه شدید القوا، شدید القوا جبریل، دائما جبریل از طرف من بهش تعلیم میده. ذو مره تعریف کرده خداوند از زور جبریل، یعنی حساب قدرت فستوا، کاملا هم در این کار مسلط، و هو بالافق الاعلا، متعال شرح داره، اینا قرآن مفصل حرف نمیزنه، تو تفسیرها و روایات میفهمید. اخه جبریل از آسمان چهارم به بعد گفت رسول الله من نمیتونم بالا بیام، یه توی سخنرانی یه بار که یادم آقای خمینی از تلویزیون فرمودن، یادم دو بار شد، جبریل گفت لو دنوت به قدر ان مله له فرقت، من یه سر سوزم بالاتر از این میسوزم، من مقام ندارم شما بود. عیسی ابن مریم هم تو معراج از آسمان چهارم بالاتر نبردنش. بله افق اعلا همون آسمان چهارم. اومد ثم دنا فتدلا، رفت و رفت و رفت،
فکان قاب قوسین او ادنا. دعاها که وقتی آقای خمینی فرمود معارف ما تو دعاهاست، معارف بیشتر به اصول دین و اعتقاداتونه. تو دعای ندبه یه خود مفصل تر، دعا ندبه همش روایت امام شیشون، روایت شخص امام شیشون، قال الصادق از اول تا آخر بفرماد دنوان وقت رابن الالعلی الاعلام. ببینید خدا همه جا هستش، خدا الان پشت این ستون هست، تو آشپزخونه هست، تو راپل، همه جا هست. مع کل شی لام مقابله، غیر کل شی لام مزایله. خدا مکان نداره، همه جا هست. خدا دربار و تخت و اینا که داره، همه جا هست. منتها برای اینکه ما بشرها دریافت کنیم با شرایط فکریمون، چیزای معقول رو به صورت محسوس میگن که بتونیم دریافت کنیم. اگه به فرض محال که نیست اینجور، خدا درباری داشتون بالا یا آسمان هفتم و اونجا و تو دربار و تختش نشسته بود که محاله این حرفا، فرضش محاله، مثال فقط، انقدر رفت نزدیک شد تا قاب قوسین، قوس یه متر بوده تا دو متر یا کمتر یه متر. سابقا اینا که پلو شاه ها میرفتن، اون فاصله‌ای که نگشت می‌داشتن حساب شده بودش. فاصله یه متر، دو متر و یه متر رو نزدیکتر دیگه جسارته، بگن انقدر جلو ندید که دماغاتون به هم بخوره، یه خود فاصله. ولی از این نزدیکتر دیگه محال تقرب، یعنی به کمال تقرب رسید. این مثال محسوس رو می‌زنن که معقول ما بفهمیم. حالا خدا هم مجد اوها الى عبده ما اوها. یه وقت براتون گفتم که پیغمبر تا خداوند صدا رو خلق کرد مثل موسی، اونجا جبریلی در کار نبود، مثل موسی خدا صدا رو خلق کرد، موسی میشنید حرف بزد دوباره صدا خلق کرد. سوره تاها هم گفته تا وقتی موسی آمد نودیه یا موسی، خدا صدا زد یا موسی. بله، ولی در قاب قوسین خداوند صدا رو خلق کرد، فرمود حبیبی محمد، از امام ششم پرسیدند آقا فرق بین خلیل الله و حبیب الله چیه؟ ابراهیم خلیل زمین و آسمون رو به هم دوخ، بیشتر از خلیلی نرفت جلو تا خلیل الله رفت و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. خدا بهش وحی کرده بود از بنده ها من کسی رو میخوام خلیل خودم بکنم. گفتن به امام ششم خلیل یعنی چه؟ گفتم خلیل یعنی هرچی من بخوام این میخواد، خودش هیچ خواسته این نداره، هرچی من بخوام میخواد. گفتن پس حبیب یعنی چه؟ فرمود هرچی هم او بخواد من میخوام. دو طرف هست، خدا به این زیری شد که هیچی جایی نمیده، هرچی تو بخوای من بخوام. خدا پیغمبر به این مقام رسیده، هرچی خدا میخواد این بخواد، هرچی هم این بخواد خدا. شما در حدیث کسا نگاه کنید، با دقت بخون، با دقت. وقتی اینا زیر کسا جمع شدند و خداوند در آسمان ها فرمودند که نخ ما خلقت السماء و المبنیه و لا مفصل، چه خلاصه به محبت اینا که الان زیر کسا هستن، جبرئیل عرض کرد خدایا من برم نفر ششمشون بشم. فرمود برو. خدا بهش اجازه داده بیاد، پس چرا دم عبا که میخواست داخل بشه از پیغمبر اجازه گرفت؟ اینا در اجازه دادن هم رتبند. حبیب اینه، اگه خلیل بود اجازه نمیگرفت، جسارت هم بشه چون خدا اجازه داد. اینا هرچی همون بخواد و میخواد، همه الان نخواد معلوم خدا هم نمیخواد، اینه که اجازه گرفت. خیلی رتبه بالاییست، خیلی. انقدر شیفته بود ابراهیم خلیل به این مقام برسه که وقتی خدا بهش وحی کرد که میخوام یه نفر رو خلیلم کنم و به دست خلیلم جلو چشمای مردم مرده زنده میکنم که مردم ایمانشون به قیامت قوی بشه، خیلی مؤثر. همون که مرغار گرفت و سر برید و گوشتار رو قاطی کرد و سر کوها گذاشت و صدا کرد تو آسمان، هوا همه ترکیب شدن زنده شدن، اینا دیدن مردم هم برای ایشون. انقدر شیفته بود عجله کرد، گفت رب ارنی کیفت حیل موتا، سوره بقره است.
خدایا به من نشون بده مرده چجور زنده میکنی، نه قیامتو. قیامت که میکنه، قیامت که منم شما متقاعد بنم متقاعد نه منم متقاعد شد، نه همین معجزه رو میخواست که به دستش میخواست ببینه خلیل شده یا نه، چون خدا فرمود علامت خلیل من اینه. او وقت حالا حرفایی که در رد و بدل میشه سوره البقره بین خلیل الله و خدا، حالا دریافت میکنه چرا اینجوری دارن با هم فرق میزنن. این آخرای البقره است. رب ارنی کیف تحیی الموتا، دارم برق میزنم که آیه رو ببینم شمارش هم بخونیم، شما هم نگاه کن. بله الان من رسیدم به آیه، بله صفحه 44 قرآنه. اگه 44 قرآنو بیارید اون بالای بالای صفحه اول خط، اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. ای قیامت نبیگه، قیامت که ارنی چیش، قیامت خدا نشونم نداد قیامت، قیامت وقت خودش انجام میگیره. قال اولم تؤمن، آخه مقامات معنوی اینجوریه، آدم نزدیک که بشه میفهمه داره نزدیک میشه، معنویات میفهمه، مجتهد هم همینطور، همینطور که داره نزدیک میشه خودش میفهمه، منتها انقدر بره جلوت ما تصدیق میکنن اونایی که دیگه مورد قبول آقش شده، مقامات معنوی رو خودش متوجه میشه. خدا فرمود ابراهیم ایمان نیورده که خلیل من شدی، خلیلی رو میگه نه ایمان به اون. قال بلا، چرا به حالت معنوی که خلیل شده، بله میخوام لیتمئن قلبی که دیگه بدونم دیگه خلیل. مأمون الرشید عباسی که آدم فوق العاده با سوادی بود و خیلی میگم با سواد که براش حساب باز کنید، از امامش هشتم و نهم بگذاریم که امام بودن، هیچ کس سواد مأمون نداشت در هر رشته بود دیگه با سواد شد، گفتش آه شما چی میگود انبیا؟ ابراهیم شک داره در احیای موتا، میگه میخواد قلبم مطمئن بشه، اطمینان از یقین خود پایین تر. فرمود مأمون این مال قیامت نیست، این مال همون احیای موتای علامت هست، داره میگه که به دستش بعد ببین، میگه فخوز اربعتن منت جوابشو اینجوری داره میده، نه که قیامت رو برپا کردی، اونو داره میگه، میخواست ببینه علامت شده، عجله کرد که من دیگه امضا کنه شکرد خدا خلیل منه بر بگیر و این کارو کرد و اینا. ببین اونا حتی متوجه این قسمت نبودش. حالا برگردیم، این به خلیل الله است. پیغمبر ما ینطق عن الهوا، هر چی بگه باش بر. تمام چهارده معصوم همطوره، لباشون باز بشه این خود خداست داره حرف میزنه، متا به این زبان. به اینا میگن، به اینها میگن لسان الله ناطقه، گوشی که اینا میشنوند اذن الله سامعه، چشمی که چهارده معصوم نگاه میکنن در حقیقت عین الله ناظره. بله اینا با خونه چی میگه شما میاد تو خدا پس ببهمش زوب تو خداش. بله این بگه اون منطق عن الهوا هست، چی میگه ما همش چرت و پرت میگه رفته دیده، آقا چرا شک میارید چرا؟ بله اون وحی مقدار شرح معراج خداوند داده. خب حالا این مقدار رو گفتم که یه خورده جو آمده بشه برای اطیع الله و اطیع الرسول در سمان. اطاعت از چهارده معصوم این اطاعت خداست، خدا اینجوری داره، منتها فرق قرآن اینه، قرآن اگه میخواست اونطور واضح و مثل معصوم بگه 2000 جلد میشد. الان شما برو تو کتاب خونه آقای مرعشی قم، کتاب های دینی اونجا جمعه، آخه ایشون خیلی زحمت کشید، از هر کتابی یه دونه داشته باشه خیلی خیلی کیلومتر کتاب. خب نمیشد، بعد خب اینکه خداوند جوری کرده که حالا اونو شهر بدن، باز کنن، تعویل کنن. منتها خود خدا در سوره آیشو بیارم، سوره الاسراء هستش، ببینید چه جور تعبیر میکنه چهارده معصوم و خود خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 283 خط دوم 283، ان هذا القرآن یهدی، به درستی که این قرآن خط میده به تو، للتی، التی به جماعت میگن، الذی مفرده، التی مؤنثه، متا جماعت به احترام التی میگن، به یه جماعتی تو رو خط میده که هیه اون جماعت اقوامن، بهتر از این قرآن تو رو سر پا میکنن، اقوام
من بودم پر یه دکتری داشت نسخه می نوشت، بودم اونجا نوشت خورد شما بازی چیزی گفت، چیزی گفت، دیدم نه خدا رحمتش کنه همه اخوی من بودش، نسخه رو پاره کرده است. باش گفت پولیشون هم بدید چون دمه در ویزیت می گرفتم. گفتش که آخه گفت یه دفعه من داشتم گوش میکردم، گفت اسحال خونی داره خانم یا نشنید یا نگفت، یهو گفت این اسحالش خونیه. یادم اومد این سوال کردم جواب نداد، گفت نه این نسخه فایده نداره، فردا بیا مریض خونه هزار تخت خواب به اونجا، اونجا کارش اینجوری نمیشه. خدا بلکه به این کارا قرق رحمتش کنه. حالا فردا میکرد مفتی میرفت وا میستاد، زنه میومد میبردش، همه کارش هم به پول هم کار نداشت، خواست این معالجه بشه. گفت اونجوری سرپا میشه، این نمیشه. بگه یه جماعتی که از این بهتر تو رو سرپا میکنن، این چهار به معصومن، کل قرآن در وجود اینا هستش، همه رو میدونن، ولی شرح میدن، بس میدن، بیان میکنن، واضح میکنن. همین قرآن رو برات ما بیشتر سرپا میشیم. خود قرآنه که پیغمبر فرمود من قرآن میزنم اهل بیت، کلون مبنیون هم صاحبه، هر کدوم صاحبش بناشه، یعنی قرآن همونو میگه که اهل بیت، اهل بیت هم همونو میگن که قرآن. لن یفترقا، هیچ افتراقی با هم ندارن، حتی یردا علی یلوس. ولی وقتی شما 20 سال قرآن بخون چقدر دین میفهمی؟ حالتو با دقت، دقت کامل 20 روز پلو علی بشین بیشتر دین گیرت میاد، چون همه این قرآن هست، اون چرم میده، توضیح هم میده، یادت هم میده. بله آمده داشت از امام ششم بپرسید، حالا اینکه از امام ششم بپرسیدم صد برابر این مراجع ما با سواد بودن، این شاگردهای صدر اول خیلی عظیم بودن، مثل زراره و مسلم اینا چیز عجب غریبی بودن. داشت میپرسید که آقا این سرم زخم شده من چه کنم، مثل سرش زخم زیاد شده بود. آقا فرمودن که این طرف تر بکش. بعد فرمودن تو قرآن هست، قرآن میفرماده ومسحو بروسکم، نمیگه روسکم، اگه روسه بگه کل سر رو باید مسح کرد، به با تبعیزه، یعنی یه خوردش هم کافی. فقها میگن به قدر یه بنده انگوش بذاری یه تکون بده کافی. فرمودن لمکان البا، باید خودش عرب بود، شاگرد بود، صد برابر مراجع با سواد بودن، خیلی درس خونده بودن، حواسش به این تیک رو ببین باق وقتی میگن بایب تبعیز یه ذره هم کافیه که حالا گرفت سر پاد میکنه، اون اصلا سر در نمیورد چجوری مثلا این کار رو انجام بده. بله خوب همطوره دیگه، روایت روشنمون میکنه، بازمون میکنه. الان این رساله ها شما اگه همه از قرآن 450 تا آیه احکام بیشتر نداره، اونم کلی گویه. مثلا شما دو رکعت نماز صبح تو قرآن پیدا کنیش، سه رکعت مغرب پیدا کنیش، چهار رکعت عشا کنیش، احکام نماز، ارکان و غیر ارکان، زکات گفته بدید، حتی نصاب ها معلوم نیست، حتی چی فلان، همه چم طوره، مبتلات روزه رو تو قرآن پیدا کنیش. بخوام بگم اینا اونا هم شرح میدادن و اقوه من، یعنی بهتر سر پا میکنن. ببینید این اطاعت از رسول، یه مطلبی بگم امشب طولم کشیده براتون. آیت الله صافی که رفتن از دنیا، خدا غریق رحمتشون کنه، ایشون خیلی شاگرد زبده های بروجرده بودن، ایشون با داداشش علی آست اون آقا شیخ بودن، شیخ علی، ایشون سندش بیشتر بود، اون مرحوم شده، صحبت شبه علمه هم تن بوده اون آقا، خیلی رسادم داره، من دارم رسالشون. میگن آقای بروجرده این دوتا شاگرد نبودن، اون روز درس نمیدادن، درس چیزای دیگه میگفتن، به بقیه همچین چیزی نداشتن، خیلی زبده. توی تعریفایی که آقا از دنیا رفته بود تو صحبت‌های آقایون بود، این حتی جملات امام رهبری این تعریف بود، کل گویی که حالا کسی وارد بشه فهم آقا چی داره میگه. شاگرد زبدای بروجرد حالا ایشون تعریف می‌کنه، میگفتش که آقا بروجرد جواب می‌ده، خواستن مردم ازش یه جوری می‌نوش، نمی‌فهمن طرف جواب سوال، مثلا ایشون سپور بقال هر کی یه جوری که نمی‌فهمید. من یه دفعه گفتم که آقا شما چرا اینجور جواب بنویسی؟ ناچار آخرش یا پلو پیش نماز محل بره یا پلو یه آقای آخه این آقا فرمودن عمدن این کارو میکنه، چون رضا شاه بازی در آورده بود که مردم رو زده کرده بود از آخوند و دین، اصلا آخوند سوار اتوبوس میشه میگفت حتما پنچر میشه اینا شروع من، خیلی شرارت کردن اون زمان ابا بر امامه ها رو برداشت. حالا گفت میخوام مردم ناچار بشن برن از پیش نمازه بپرسن یا از مدعای اون منبری بپرسن، مخصوصا این قرآن و خداوند مخصوصا یه جوری فرستاده نری پلو چهارده مصوم هیچ در درده میره مخصوصا.
الان ببینید ما 73 تا فرقه ایم، 13 تامون شیعه هستیم. شیعه یعنی ابوبکر عمر رو لعن میکنه و میگه علی باید جانشین باشه، اینجوریه. منتها 13 ما یه جورش هستیم، ما شیعه جعفری اثنی عشری. الان یمنی هم اونطور هم، ولی خب تا امام زیدی مذهبه، تا زید ابن علی ابن حسین برد میگه زید قایب شده بالا، اسماعیلی هم مثلا چه ناوسیه چه 12 تا فرقه ما غیر 12 امامی است، ما فقط 12 امامی هستیم. خب 60 تا فرقه سنی میمونه که اصلا با امامای ما هیچ کار ندارن. چرا این 60 تا فرقه که حالا 4 تاشون که انتخاب شدن، اون شاهی انتخاب که از 400 سال فقهشون با هم فرق میکنه، حنفی با حنبلی، حنبلی با مالک فرق میکنه، قرآن هم که یک کلام است چرا اختلاف دارن با هم؟ قرآن نمیتونه اختلاف حل کنه، اگه میکنه بکرده دیگه، برو با آقای شافعی، آقای حنبلی، آقای رئیساشون، آقا چرا اختلاف کنم؟ نیست دو قرآن که در بیرنگ دروغ صاف صاف که مخالفت نمی کنم با قرآن. این قرآن اینجوری است، جوابگو نیست، که باید حتما دنبال اهل بیت برم. این حرفایی که من براتون زدم تو آیه 64 نحل هستش، 64 نحل. قیافه آیه رو هم ببینید خوبه که چجوری خدا داره می فهمن. 64 نحل صفحه 273، صفحه 273 دو خط آخر صفحه است، 273 می فرماد ما انزل الله علیک الکتاب الا، بر تو نمی فرستادیم ما کتاب رو به پیغمبر میگه مگر اینکه تو بیان لهم، تو بیانه با یه نفر حرف میزنه الان، تو بیان کنی براشون، همین مطالبی که اخیراً آقا فرمودن تبیین بهش میگن، میگه تو بیان کنی براشون، بگو این آیه چیه اون آیه چیه. الذی اون آیاتی که اختلافو فی، اگه تو بیان نکنی اختلاف کن. و این کتاب هدن و رحمت لقوم یؤمن، یعنی اگه تو نبودی که بیان کنی اصلا من نمیفرستم کتاب. ما انزل نده که شوخی نداره خدا، ما انزل نده تو بکن حسن پیغمبر هست دلیل معلفه میکرد، گفت اینو در قدیل فرمود بعد از من علی بیان میکنه، بعد علی حسن بیان میکنه، بعد حسین بیان تا امام زمان. اینا بیان نکنند قرآن، اگه ائمه بیان نکنند حب سرگردونه، اختلاف خودشم گفته اختلاف وفی. علامه مجلسی میگه واقع سنی ها میگن محکمات قرآن آیات است که احکام توش، میفرماد به قول اینا واضح ترین محکم قرآن آیه وضوه، آیه 6 سوره 5 میگه من شمردم توی سنی ها 500 جور اختلاف شد دونه دونه شد. قرآن نتونه سر کن نایمیست که بگه، قرآن هم همه مطرح میکنه اختلاف، قرآن هم گفت اختلاف گفت. امام معصوم بله واضحش میکنه، من راحت میشه، مخصوصا خود اینجور فرسته پاشون از معصومی بکشن کنار، قرآن جز دردسر و اختلاف و عب سرگردون هیچ چیزش، مخصوصا اینجوری کرده. ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین الله، تو اگه بیان کنی اگه نه اصلا نمیفرستم، برای اینکه ما یه اختلاف و عب سرگردونه. چرا اینجوری فرستاده؟ به تو چه، به من چه، دلش میخواد اینجوری بکشه. مثل آقای بروجردی گفت چرا اینجوری میرسه، گفت میخوام برن بلو آخونده هم بخوام برن بعد میشه نمازم امشب بستمون باشه.